به نام خدا. با عرض سلام خدمت دوستان و همکاران گرامی. بعد از بحث وب اپلیکیشن ها و نحوه ساخت و مدیریت اونها میرسیم به بحث سایت کالکشن ها و سایت ها. این نکته رو من بگم، ببینید دوستانی که به پنل مدیریتی دسترسی ندارن، به سنترال ادمنستریشن تو شرکت و فقط یک سایت در اختیارشون قرار داده شده توی سازمان شرکتشون یا از شرکت آنلاین استفاده میکنن، بحث وب اپلیکیشن بحثیه که اگر هم در واقع بهش اشراف نداشته باشیم و دسترسی بهش نداشته باشیم خیلی برای ما مشکل ساز نیست. ما فرض بر اینه که خود شرپون خب یک وب اپلیکیشن رو پورت 80 ساخته شده و پروژه های ما، سایت های ما که تو این بحث میخوایم بگیم، همه روی اون ساخته خواهد شد. و اگر ما بخوایم یک تنظیمات جداگانه ای با پورت و تنظیمات امنیتی و فیچرهای جدا داشته باشیم، میریم یک وب اپلیکیشن جدید ایجاد میکنیم. پس اگر هم بحث وب اپلیکیشن ها رو دسترسی نداریم یا حالا در واقع درست متوجه نشد یا با اسکیور سرور اون آشنایی نداریم، هیچ جای نگرانی نیست. ما میتونیم بحث وب اپلیکیشن ها رو فقط بعد برای تکمیل اطلاعات بدونیم و بحث اصلیمون به عنوان یک پاور یوزر بحث سایت و سایت کالکشن هست. بحث وب اپلیکیشن و مدیریت و اینا تو بحث ادمین و به عهده مدیر سیستم هست. ما فقط برای اینکه دوستان با این بحث آشنا بشن و اشراف بیشتری داشته باشن به این مقوله اومدیم و تو فصل قبل مطرح کردیم. اما در ادامه می‌رسیم به بحث سایت کالکشن و سایت ها. به صورت کلی ما پروژه هایی که ایجاد میکنیم توی شپون در قالب یک سایت هستن. یعنی یک سایت وقتی میگیم توی شپون، یعنی یک پروژه توی شپون. که حالا این سایت های ما انواع مختلف دارن که در ادامه بهش میرسیم. من در گام اول برای ساخت یک پروژه باید بیام یک سایت کالکشن داشته باشم توی سیستم. یک سایت کالکشن در واقع مجموعه ای از سایت ها و زیر سایت های من هست. ما در داخل شرپوینت این قابلیت رو داریم که یک سایتی که ایجاد میکنیم زیر سایت هایی هم داشته باشه، یعنی ساب سایت هایی داشته باشه که تنظیمات امنیتی و پیکربندی رو از سایت بالا سری خودش ارث بری کنه. یعنی مثلا یک سایت کالگ میخواد، یک مجموعه سایت داریم برای بحث مالی که توش هوش تجاری بی آی، به واقع بی آی و بحث در واقع گزارشات اینا خیلی مهمه. ما میگیم سایت کالکشن یا نوع در واقع بیزنس اینتلیجنس بخوایم داشته باشیم و همه اون سایت های موجود هم با همون قالب میخوایم باشن. برای این کار ما در واقع میایم یک سایتی ایجاد میکنیم به عنوان سایت اصلی که اصطلاحاً بهش میگیم تاپ لول سایت و خود اون سایت، خود تاپ لول سایت علاوه بر اینکه خودش یک پروژه کامل هست و میتونه پروژه اصلی ما باشه، میتواند در صورت نیاز هم زیر سایت هایی هم داشته باشد که این زیر سایت میتونه پروژه مختلف باشه، ولی جنس و اون دسترسی امنیتی و پیکربندی فیچرهاش همه از سایت بالا سری هم تاپ لول سایت ارث بری میکنه. خب بذارید با یک تصویر گرافیکی این رو بیشتر توضیح بدیم. الان اگه به تصویر مقابل دقت کنیم، یه ساختار خیلی ساده ولی خیلی مفیده برای جا انداختن این بحث. ببینید ما یه وب اپلیکیشن داشتیم، گفتیم که شامل مجموعه تنظیماتیه که پروژه های ما توش وجود داره، مثل پورت و دیتابیس و بحث SSL و اینها. در قسمت بعد ما برای اینکه پروژه‌مون رو مدیریت کنیم میایم یک سایتی میسازیم. در واقع یک سایت کالکشن وقتی ایجاد میکنیم، یک سایتی هم داخلش ایجاد میشه همزمان با سایت کالکشن که بهش میگیم تاپ لول سایت، که مواقع این سایت کالکشن خودش رو سایت در نظر میگیریم. این تاپ لول سایت همون سایتی که با ایجاد سایت کالکشن ایجاد میشه و تمام تنظیمات امنیتی و قابلیت های در واقع فیچرهای مختلف سایتمون تو زیر سایت های ما از این تاپ لول سایت ارث بری خواهند کرد. این تاپ لول سایت رو مدیر سیستم برای ما ایجاد میکنه و در اختیار کاربر قرار میده. برای مثال مدیر شبکه، مدیر سیستم شیرپوینت میاد یک تاپ لول سایت، در واقع یک سایت کالکشن ایجاد میکنه با یه عنوانی
وقتی ساید کالکشن ایجاد میکنه اتوماتیک تاب لول ساید تو همون ساید کالکشن هست. در واقع این دوتا چیزی جدا از هم نیستن و یک ادمین برای این تاپ لول سایت در نظر میگیره، مثلا مدیر مالی رو میذاره ادمین این تاپ لول سایت. از اینجا به بعد که این سایت با یوزر و پسورد در واقع مدیر مالی در اختیار این مدیر مالی قرار گرفت، اینکه چه اطلاعاتی، چه لیست هایی، چه لایبرری هایی، چه فرم هایی، چه ورک فلو هایی، چه زیر سایت هایی در این تاپ لول سایت ایجاد بشه به عهده خود مدیر مالی خواهد. زیر سایت هایی مثل سایت مثلا انبار، سایت حقوق و تحصیل و غیره. خب اما به چه شکل ما یک سایت کالکشن ایجاد کنیم و به چه شکل بیایم اون رو در واقع مدیریت کنیم؟ خب ما گفتیم برای ساخت یک سایت کالکشن نیاز به این داریم که مدیر در واقع سیستم شیرپون بیاد برای ما اینو ایجاد کنه، از اون جهت که ما سایت کالکشن همون در داخل پنل سنترال ادمنستریشن ساخته میشه، تحویل کاربر میشه و از اونجا به بعد دیگه به عهده کاربر و دست مدیر خارج میشه. خب ما در فصل پیش اومده وب اپلیکیشن هامون رو توضیح دادیم، وب اپلیکیشن اگه میخواستیم میساختیم، مجموعه تنظیماتمون. حالا فرض کنیم وب اپلیکیشن رو هم وب اپلیکیشن 80 هست، چیز دیفالت شیرپوینت، اصلا کاری به بحث وب اپلیکیشن نداریم. برای مدیریت سایت کالکشن ها و ساخت سایت کالکشن جدید من میام تو قسمت اپلیکیشن منیجمنت. اینجا گزینه وجود داره به نام سایت کالکشنز که مدیریت سایت کالکشن های ما تو این قسمت انجام میشه. حالا بحث منیجمنت رو خیلی نمیخوام وارد شم، فقط ساختش رو میخوام توضیح بدیم. ما برای ساخت یک سایت کالکشن جدید میام کرییت سایت کالکشن. اینجا توی پنجره ساخت سایت کالکشن جدید در قسمت اول میگه تو کدوم وب اپلیکیشن میخوای سایت کالکشن ایجاد شه. خب ما الان یه وب اپلیکیشن دیفالتی انتخابه که تو فصل پیش ساختیم رو پورت 99، من میخوام رو پورت 80 وب اپلیکیشن که رو پورت 80 هست برام ساخته شه، میام این گزینه رو انتخاب میکنم. دیدیم پس اصلا اگه نیام وب اپلیکیشن ایجادم نکنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد و راهم وب اپلیکیشن دیفالتمون میتونیم پروژه همونو ایجاد کنیم. خب اما میام عنوان و توضیحات. عنوان و توضیحات چیزی که ما بعد از اینکه سایت ساخته شد خود مدیر سایت میتونه اینها رو بره عوض کنه، تایتل و دسکریپشن. برای مثال اسمشو میذاریم سایت کالکشن یک، توضیحاتش هم کار نداریم. اینجا رو دقت کنید، آدرس ما، عبارت سایت. حالا اینجا تو بحث داریم برای منیجد پت ها توی ادمین میگیم این مسیر رو ما میتونیم تغییر بدیم. حالا اینکه چرا توی این مسیر رو، اینا بحث ادمینیه که این مسیر رو و آدرس سایت رو مثلا میگیم سایت کال یک، این رو مدیر سیستم تعیین میکنه که این سایت کالکشنی که ایجاد میکنه رو چه آدرسی برای ما قرار داشته باشه. حالا به هر یه آدرس این رو من قرار میدم. اما تمپلیت، حالا تو بحث سایت در ادامه میگیم تمپلیت ها رو معرفی میکنیم دونه دونه و پرکاربرد هاش و تفاوت هاش رو میگیم. ما اینجا تمپلیت هایی که داریم بر اساس قابلیت ها و فیچر هایی هست که توی سایت کالکشن ما متفاوته که کاربرد اونها رو متفاوت کرده. اولیش تیم سایت هست. تیم سایت برای به اشتراک گذاری اطلاعات بین یوزرها و در واقع ذخیره اسناد و اینها به کار میره. توی ورژن 2019 هم تیم سایت مدرن داریم هم تیم سایت کلاسیک. خب حالا ما همه مدرن و چیزی که همه دوره رو با همین تیم سایت مدرن گفتیم، به مدرن و ویو و کلاسیک ویو داشتیم. بلاگ داریم، وبلاگ میتونیم بسازیم، دیولپر سایت، پروژه سایت. اگه بریم تو انترپرایز مدل‌های مختلف هم اینجا داریم. تو بحث بیزینس اینتلیجنس سایت کالکشن خودش رو داریم، بحث سرچ، بحث در واقع یوزر پروفایل اینها سایت کالکشن خودشون رو داریم، بحث مدیریت اسناد برای هم قالب یک سایت کالکشن داریم، بحث پابلشینگ که بسیار مهمه. ما اگه بخوایم یک سایت اینترنتی راه اندازی کنیم یا سایتی که کلا یک پورتال سازمانی یا اینترنتی که گرافیک برای ما مهمه، بخوایم کاستومایز کنیم، تغییرات گرافیکی بالا بدیم، درباره ما تماس ما و اینها، میایم از پابلشینگ پورتال استفاده میکنیم. و حالا نمونه های دیگه که تو همین گروه هست، حالا به وقتش اینا توضیح خواهیم داد. نکته ای که بسیار مهمه اینجا توی سایت کالکشن اینه که
ما گفتیم یک سایت کالکشن و اون سایتی که الان داریم میسازیم که همون سایت کالکشنمون هست و در واقع بهش میگیم تاپ لول سایت، سایت بالا سری همه، هر قالبی که داشته باشه و یه سری فیچر بر اساس اون قالب فعال داخله، یه سری قابلیت ها داره این قالب، سایت های زیر مجموعه این سایت کالکشن ما یا همون تاپ لول سایت ما از همین قالب میتونه باشه یا قالب های نزدیک به اون. مثلا ما نمیتونیم یه سایت کالکشن از نوع تیم سایت بسازیم بعد بیایم مثلا یه زیر سایت بسازیم از نوع پابلشینگ پورتال، این اجازه رو به ما نمیده. سایت های زیر مجموعه علاوه ساختاری ارث بری میکنن از سایت اصلیمون، همون تاپ لول سایتمون. پس اینو حتما در نظر داشته باشید که اگه میخواین سایت زیر مجموعتون قابلیت بی آی داشته باشن یا پورتال اینترنتی باشن، این سایت کالکشن باید نوعش درست انتخاب بشه. خب اما اینجا سایت کالکشن ادمنستریتور، ما گفتیم میخوایم سایت کالکشن رو ایجاد کنیم، تحویل کاربر بدیم و از اینجا به بعد که کاربر میاد توش اطلاعات وارد میکنه، صفحه ایجاد میکنه و این غیره. الان این قسمت داره مدیر سیستم انجام میده. خب من میام در واقع اینجا و مدیر سیستم رو برای مثال میگیرم به این نام. اصلا هم دلیل نداره که مدیر سیستم مدیر سایت باشه یا دسترسی ادمین، نه چنین چیزی نیست. این یک کاربر، یک جزء کاربر اکتیو دایرکتوری میتونه باشه که ما به عنوان مدیر این سایت و مدیر سایت کالکشن در نظر میگیریمش. ولی وقتی که سایت رو تحویلش میدیم، خود این کاربر میتونه بره سایت، در واقع زیر سایت هایی رو داخل اون سایت ایجاد کنه، خودش بیاد مدیران جدید توی اون سایت تعریف کنه، دسترسی ها رو تغییر بده و همه کاره سایت کالکشن ما در واقع این مدیری است که اینجا داریم بهش یوزر پسش رو میدیم. اگر ما خواهیم یک سایت کالکشن ادمنستریشن دومی داشته باشیم اینجا میذاریم. این نکته رو بدونید. حالا تو بحث سکیوریتی ما گفتیم که بحث سکیوریتی گروپ و بحث پرمیشن لول و اینها، ما اینجا نمیتونیم یک گروه شیرپوینتی قرار بدیم که در واقع به عنوان ادمین سایت. اینجا فقط یک یوزرنیم اما میگیره، گروه قبول نمیکنه و فقط هم یک یوزرنیم میگیره، نمیتونیم دو تا یوزرنیم بدیم. خب اگه بخواید دو تا بدیم بعد بیایم اینجا که یوزرنیم دوم باشه. خب ما اینجا میام اوکی، یک سایت کالکشن ایجاد میکنیم. از اینجا به بعد دیگه کلا با ادمین سیستم کاری نداریم و میریم سراغ مدیریت سایت و سایت های زیر مجموعه، بحثایی که تو فصول بعدی توضیح خواهیم بود. خب ثبت میکنیم سایت کالکشنمون ایجاد بشه، زیاد زمانی نمیبره برخلاف ساخت وب اپلیکیشن، زمانی نمیبره چون نه دیتابیسی قرار ایجاد بشه نه آیا ای سایت قرار ایجاد بشه، فقط یک سایت کالکشن و یک تنظیماتی برای اون ما اینجا گفتیم که ایجاد بشه. خب سایت کالکشنی که ما ایجاد کردیم اینجا آدرسش در دسترس ما هست و گفتم هنگامی که سایت کالکشن میسازیم یه سایت هم دیفالت تو سایت کالکشن ایجاد میشه که بهش میگیم تاپ لول سایت، یا همون، حالا ما معمولا خیلی وقتا سایت کالکشن و تاپ لول سایت یکی میبینیم، هیچ مشکلی هم نداره، مفهوم مهمه. ما الان یه سایت کالکشن ساختیم که این سایت کالکشن یا همون تاپ لول سایتی که توش هست هم میتونه پروژه اصلی ما باشه، یعنی اصلا دیگه نیاز به زیر سایت نداشته باشه، همین که میتونیم توی زیر سایت های مختلف ایجاد کنیم. خب اینجا گفت ساخته شده و اینم هایپر لینکش، اگه روش کلیک کنم من وارد این سایت میشم. اگر هم من بیام اگه کلیک کنم اینجا وارد اون آدرس میشم، سایت کشم این رو همون یورالی که ما گفتیم ایجاد شد تا این لود میشه. اگر من بیام تو تابلو ویل سایت اوکی رو بزنم، این نکته رو بگیم و بحث های ادمینی بیم بیرون. اگر من بیام تو قسمت سایت کالکشن ویو آل سایت کالکشنز، اینجا میتونم لیست همه سایت کالکشن هایی که توی سیستم وجود داره رو ببینم و به اپلیکیشن اگه انتخاب کنیم اینجا سایت کالکشن های من وجود دارن که میبینیم. این همون سایت کالکشنی که من الان ساختم که اگه روش کلیک کنم اینجا URLش، تایتلش، ادمنستریتور اصلی و که چه دیتابیس تو وب اپلیکیشن داره استفاده میکنه مشخص. خب
این هم سایت کالکشنه که ما جدید ایجاد کردیم. میبینید تو نمای مدرن ساختیمش و اینجا در دسترس ما قرار گرفته. اما وقتی یک سایت کالکشن ایجاد میکنیم، گفتم این سایت کالکشن میتونه پروژه اصلی باشه، همین که میتونیم ما پروژه های زیر مجموعه براش ایجاد کنیم، ساب سایت ایجاد کنیم. یعنی اگه من بیام اینجا توی منوی سیتینگ سایت اینفورمیشن ویو آل سایت سیتینگ، به این شیوه تو نمای مدل میریم تو تنظیمات سیتینگمون، سیتینگ سایتمون، اینجا تمام تنظیمات برای ما وجود داره که حالا در فصول بعدی بهش میرسیم. اگرم بخوام زیر سایت جدید ایجاد کنم، میام تو قسمت سایت کانتنت. سایت کانتنت قسمتی هست که تمام اطلاعات موجود توی اون سایت برای ما نشون داده میشه. اینجا اگه بیام گزینه نیو، میبینیم نیو ساب سایت برای ما هستش که اگه ساب سایت رو بزنیم اینجا عنوان سایت، مثلا بگیم ساب سایت یک، این یو آر ال رو دقت کنیم، این آدرس آدرس سایت کالکشن منه، همون تاپ لول سایت من که ساخته شده، ساب سایت که برای این سایت میسازیم در ادامه این آدرس خواهد بود، مثلا میگیم ساب یک. نکته این که قسمت قبل گفتم تمپلیتی که ما میخوایم انتخاب کنیم دیگه مثل قبل دستمون باز نیست. چرا؟ چون سایت کالکشن ما تمپلیتش از نوع تیم سایت و فقط اون الگوهایی رو من میتونم انتخاب کنم که به تیم سایت نزدیک هستش. خب اما بحث پرمیشنز، تو بحث امنیت اینو گفتم، فقط اینجا اشاره میکنم که زیر سایت هایی که ما در داخل یک سایت کالکشن ایجاد میکنیم به صورت پیشفرض تنظیمات امنیتیشون از سایت اصلی ارث بری میشه، مگر اینکه ما بیایم اینجا گزینه یونیک پرمیشن رو بزنیم که دیگه اون سایت از سایت اصلی ارث بری نمیکنه. این قسمت هم نویگیشن، باز تو فصل نویگیشن ها اینو گفتیم، میگه آیا میخوای این آدرس این ساب سایتی که ایجاد میکنی توی در واقع کویک لانچت این قسمت سمت چپ بیاد، آیا میخوای تو تاپ لینک بار بیاد اون بالا اینجا، اینا دیگه چیزای دلخواه هست. خب نکته ای که اینجا هست، ببینید ما الان یک ساب سایت ایجاد میکنیم، حالا خود این ساب سایت هم میتونه باز ساب سایت دیگه داشته باشه. یعنی یه ساب سایت ایجاد کردم، آدرس رو دقت کنید، سایت سایت کالم لیه سایت کالکشن یک ساب یک. حالا اگه من بیا مجدد بخوام برای این ساب سایت هم یه سایت زیر مجموعه داشته باشم، من میتونم، یکی ویژگی های جالب شیرپوینت. اما نکتهش اینجاست، ما باز میتونیم بیام سایت کانتنت، اینجا گزینه نیو، بازم میتونم من تو همین ساب سایت ساب سایت جدید ایجاد کنم، مثلا میگیم ساب دو، اینجا رو آدرس دقت کنید، این ساب سایت هم آدرسش اومده. اما یه نکته ای وجود داره اینجا، اینجا تو بحث پرمیشن اینجا که گفته پرنت سایت، این پرنت سایت دیگه منظور ساب سایت یک نیست، منظور اون سایت کالکشن اصلی همون تاپ لول سایت هست. این نکته رو هیچ وقت یادمون نره. یعنی ما وقتی 3-4 مرحله هم ساب سایت میسازیم، اینا همه ارسپریاشون از اون تاپ لول سایت خواهد بود، امنیتی و تنظیمات سرویس و اینها، مگه اینکه بگیم این هم یونیک پرمیشن باشه. حالا تا واسه امنیت به اینها بیشتر اشاره کردیم، اینو حتما در نظر داشته باشید. خب پس ما اومدیم یک سایت کالکشن ایجاد کردیم، وارد سایت کالکشنمون شدیم. الان اگه من بیام تو پنجره این ساب سایت هم، این ساب سایت وقتی ایجاد کردم خیلی راحت میتونم بیام آدرس سایتم رو بدم و سایتم سایت کالکشن اصلیم رو ببینم. میتونم حالا تو بحث نویگیشن رو گفتیم چجوری ساب سایت و پرنت سایت و قسمت های مختلف قرار بدیم. اینم سایت کالکشن اصلیمه که ساب سایت زیرش اومده، یک کلیک رو این کنم وارد ساب سایتم میشه. خب این از نحوه ساخت سایت کالکشن و زیر سایت هاش. بازم تاکید میکنم که این سایتی که ما میسازیم
هنگام ساخت سایت کالکشن و پروژه که ایجاد میکنیم میتونه پروژه اصلی ما باشه و اگر نیاز بود میریم ساب سایت های مختلف رو ایجاد میکنیم. یه نکته خیلی مهم هست تو فصول بعدی به خصوص که ما با یه سری تنظیمات و ستینگ ها میخوایم کار کنیم. ببینید من ابتدا بذارید برم توی سابس برم توی سایت کالکشنی که ایجاد کردم. ما وقتی یک سایت کالکشنی ایجاد میکنیم اگر بیایم توی گزینه ستینگ بخوایم توی ستینگ بریم میومدیم توی سایت اینفورمیشن ویو آل سایت ستینگ. اینجا تو قسمت سایت ستینگ ما یک گزینه داریم سایت کالکشن ادمنستریشن و سایت ادمنستریشن. خب دقت کنید اگر شما یوزرتون یوزر سایت ادمنستریتور نباشه این قسمت ها رو نمیبینید و اگر سایت کالکشن ادمنستریتور رو بخوایم ویرایش کنید باید با سایت کالکشن ادمنستریتور بیاین بالا. اینجا لیستش برای ما هست. میبینیم همون یوزری که موقع ساخت سایت کالکشن بهش دادیم میتونیم اینجا کم و زیاد کنیم میتونیم یوزرهای دیگه بدیم. بیشتر یه دونه میتونه باشه اینجا ولی تو موقع ساخت از ما قبول نمیکرد. دقت کنید پس اگر وارد سایت شدید و فیچرها کامل نبود بدونیم که یا دسترسی نداریم یا توی سایت کال تو تاب لول سایت اصلی نیستیم. اگر من بیام تو ساب سایت کلیک کنم بیام توی ستینگ بیام سایت اینفورمیشن ویو آل سایت ستینگ ببینید اینجا دیگه سایت کالکشن ادمنستریتور من چیزی به من ارائه نمیده و میگه باید بری تو تاب لول سایت ستینگ همون جایی که الان بودیم و ممکنه ما این یوزری که ساب سایت براش ایجاد کردیم دسترسی به تاپ لول سایت نداشته باشه. برای همین اینو حتما باید دقت داشته باشید. اما من برگردم تو تاپ لول سایت همون سایت اصلیم. ببینید ما وقتی اینجا سایتمون رو ساختیم خب یه سری اطلاعات رو موقع ثبت سایت کالکشن جدید زدیم میتونیم همینجا ویرایش کنیم. من اگه بیام قسمت ستینگ اینجا گزینه وجود داره سایت اینفورمیشن اینا تو نمای مدرن هست. ما اگه بیام توی سایت اینفورمیشن اینجا میبینیم سایت نیم و سایت دیسکریپشن قابل تنظیمه. یو آر ال دیگه قابل تغییر نیست ولی این سایت نیم برای مثال میگیم سایت مثلا هاور یوزر ترینینگ توضیحاتش و سیوش به این شکل. ببینید تایتل سایت اینجا میاد. اگر رو همین آیکون کلیک کنم وارد باز مجدد به هوم پیج سایت هم برمیگردم. خب بر اساس تمپلیتی که ساختیم اینجا گزینه‌های مختلفی وجود داره. داکیومنت لایبرری های دیفالت نوع لایبرری که اینجا میتونیم ایجاد کنیم متفاوت خواهد بود که تو فصول بعدی به اونها مفصل میپردازیم. نکته آخرم بگم ما وقتی که تو نمای مدرن کار میکنیم یک مقدار تنظیمات منوهای ما متفاوته. مثلا تو نمای مدرن هستم اینجا جانمایی های مقدار فرق داره. مثلا من از ستینگ دیگه مستقیم تو سایت ستینگ نمیتونم برم لینکش اینجا نیست و بیام سایت اینفورمیشن ویو آل سایت ستینگ. منتها اکثر تنظیماتی که کلی تنظیماتی که ما تو سایت داریم و خیلی از نماهایی که توی اطلاعات ما هست لیست لایبرری ما تو نمای کلاسیک نمای کلاسیک همینه که الان داریم میبینیم. نسخه های شرپون 2016 و 13 هم با همین نما هستن. اگر ما بخوایم در واقع رو این نما هم کار کنیم میتونیم. حالا تو بحث لیست لایبرری ها رو هر دو حالتش رو توضیح دادیم که دیگه با هر دو گزینه دیگه آشنا بشه و مشکل نداشته باشه. پس اگه مثلا من اومدم تو ستینگ اومدم سایت ستینگ شما دیدید اینجا سایت ستینگ نیست بدونیم که تو نمای مدرن هستیم و یه مقدار جانمایی ها برای ما متفاوت هست. خب امیدوارم این بحث برای دوستان مورد استفاده واقع شده باشه.